نظر من جمهوری اسلامی و شبکه متحدان جمهوری اسلامی، من معتقدم که کلمه نیابتی کلمه مبهم هست و ما به خاطر اینکه آسون است ازش استفاده میکنیم. شبکه متحدان جمهوری اسلامی در منطقه که این گروه های شبه نظامی هستند، به هر قیمتی که شده اطمینان حاصل خواهند کرد که حتی اگر اسرائیلی ها تن در بدن به اینکه طرح تودو در تیپ بیاده بشه، این طرح شکست بخوره با در واقع تقویت عواملی که اون عناصری که یهودی ستیز هستن، اون عناصری که ضد اسرائیل هستن، برای اینکه واقعیت مطلب این هستش که اگر کشورهای عربی اومده بودن سعی کرده بودن که سرمایه گذاری بکنن علی‌رغم تمام مشکلاتی که این وضعیت نیمه اشغال، نیمه خودگردانی، در واقع این وضعیت هیبرید به وجود آورده که باعث میشه که از کلمه آپارتاید علیه اسرائیل استفاده بشه که من از نظر حقوقی باش موافق نیستم، ولی متوجه هستم چرا از نظر سیاسی استفاده میکنن از این اصطلاح. اگر خود اسرائیل اجازه داده بود که این قضیه دو دولتی پیاده بشه، ببینید در همین حکمی که دیوان دادگستری بین المللی صادر کرد، حکم دیوان دادگستری عملا دستش بسته بود برای اینکه علیه حماس حکم بده، برای اینکه حماس دولت نیست. در صورتی که شما در نظر بگیرید اگر خود دولت اسرائیل اومده بود قبول کرده بود که این عنصر فلسطینی که وجود داره یک دولت مسئول هست در حقوق بین الملل، خیلی راحت میشد در دیوان دادگستری بین المللی سراغشون رفت و علیهشون شکایت کرد. جمهوری اسلامی درست از این افراط‌گرایی‌های کوری که افرادی مثل مشاور امنیت ملی آقای نتانیاهو، زاچی هنگبی و دیگران و وزرای افراطی دارن سوء استفاده میکنن و این باعث تضعیف دموکراسی اسرائیل شده. اونجایی که دموکراسی اسرائیل تضعیف بشه، به عقیده من عناصر افراطی از هر دو طرف میان و این رو و ما رو دوچار فراموشی مقطعی میکنن که چند قاضی فلسطینی اصل عرب عضو قوه قضایی اسرائیل هستن، چه میزان جنرال هایی هستن که دروز هستن یا عرب فلسطینی هستن و عضو ارتش اسرائیل هستن، تعدادشون کم نیست. بنابراین برای اینکه اجندای افراطی هایی که اجازه نمیدن از هر دو طرف صلح در خاورمیانه برقرار بشه و جمهوری اسلامی به خصوص شکست بخوره، عقیده من این هستش که خطره و من این معتقدم این خطر کم نیست، خطر این که دولت فلسطینی تشکیل بشه رو اسرائیل باید به جان خودش بخره، ولی در این حال از متحدانش بخواد که با تمام قدرت اگر بخواد این یک تبدیل به یک چیزی مثل حزب الله لبنان بشه یا دولت جمهوری اسلامی بشه ازش دفاع بکنه.